این سوال رو کنید نمودار تابع 3x4x7 12x رو در کدام طول برمبر x مماس است چه یه x2 از این فاکتور بگی در یه چیزی x2 در یه چیزی مصحی صف x2 مصحی صف x مصحی صف تو x مصحی صف مماسی تمام چی ننوشتم دیگه دست تو جیبم هم این هم میتونست تو جیبم هم باشی عزیز دقت کنید یه عملی داریم به نام عمل y مساوی صفر اگر y مساوی صفر ریشه ساده بده مثل یک مساوی x تابع تو برخورد میکنه با محور x ها به این صورت اگر تابع تو ریشه مضاعف یا مرتبه زوج بده تابع تو می شه می مماس میشه به x ها و میشینه روی ایکس ها مماس میشه و ردم نمیشه اگر تابع تو ریشه مرتبه فرد بده مثل سه پنج هفت نو. فرد غیر یک تابع تو نات اونلی میشینه رو محور ایکس ها با تاست از محور ایکس رد میشه و مماسه یعنی نه تنها بر محور ایکس ها مماس میشود بلکه از آن رد هم میشود این مماس میشود ولی رد نمیشود حالا بدون مشتق من میام چیکار میکنم یه دونه دو فاکتور میگیرم میشه x دو در سه ایکس دو به علاوه 4 x منهای 12 بچه الان ایکس مساوی صفر یک ریشه مضاعفه پس در اینجا تابه بر محور x مماس شده و خلاص این روش حالا برای من بنویسید توی صفحه شخصیم که به من بگید چه جوری میتونم هایی که به صورت ضرب دوتا تا پرانتز کنم و به چه نکاتی باید توجه کنم حالا ما میایم روش سنتی این رو هم میریم روش رایجش ببین دیدی من اونجوری حل کردم مثلا به ثانیه هم نکشید مثلا تبلیغ دیدم یارو میگه حل تست در 20 ثانیه 30 ثانیه 5 ثانیه بچا اینا در هیچ ثانیه در هیچ ثانیه فقط تو بعد اون بیزی رو سیاه کنی حتی بچا اینا در واقع, واقع یه سوالاتی که گاهی ممکنه بیاد ولی بهتره که بلد باشیم حالا کن بر محور اکس ها مماسه یعنی اینکه نه تنها وای تا به صفره که شیب تا صفره یعنی شیب را صفر کنیم نقطه هایی پیدا میشد آنها را در تابه میگذاریم اونی قبوله که وای هم صفر کنه قبوله خب وای پریم برابر است با دوازده تا دوازده بله تا ایکس سه منایه بله دوازده تا ایکس دو منهای دوازده تا X بچه اینا یه کاری کرد همش دوازده داشته باشه دوازده تا فاکتور این میشه X دو علاوه دوازده تا X ایکس, ایکس منعی دوازده خب دوست من الان این دوازده تا ایکس قبوله این شد دوازده تا x دو دوازده ایکس دو 24 تا ایکس دوازده تا x دو منهای بیست تا X خب بیست تا این هم میشه منهای دو بچه مجموع زرایب صفره توی این مجموع زرایب صفره یکی از ریشه ها یکه دیگری سه آ ایکس منهای ایکس به دو بچه الان صفر یک منهای دو صفر یک منهای دو جایی که شیب صفره و مماس افقی حالا اونی در واقع قابل قبوله برای من که تابرم صفر کنه الان صفر تابر رو صفر میکنه یعنی وای صفره ریشه است رو ایکس شیب هم صفره یعنی مماس هم افقیه پس تابه به برمهور طول ها مماس است یعنی اینکه وای صفر بشود وای پیریم هم صفر بشود اما سامانیان در آزمون موفق ترند چیکار میکنن؟ میگن آقا تابه جای جایی بر که اگه فاکتور بگیریم ریشه مکرر بده حالا چه مکرر فرد مثل ایکس چه مکرر زوج مثل ایکس تو هم ایک میگم ها چرا ایکس رو میگم برای اینکه اونجا هم ما از از محور ایکس رد شده تماس دو جور داریم تماس بدون رد شدن از ایکس تا مثل ایکس تماس با رد شدن از ایکس تا مثل ایکس پس بچا اگه این سوالا توی کنکورتون دیدید شما فاکتورگیری مناسب بکنید اون ریشه که مضاعفه توان دو چهار اینا داره حالا به تجربه نمیدن ولی اگه تمام فردم بود اوکی ولی به همون توان زوج که همون توان دو خواهد بود مثل این سوال میشه جواب ما و بدون حل میشه این تست رو پاسخ داد